سلام، به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدید. در این برنامه روابط 8 ساله افغانستان را با ایالات متحده آمریکا به بحث و بررسی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با شعار من تغییر میخواهم و ما میتوانیم به عنوان نخستین سیاه‌پوست به قصر سفید و 44مین رئیس جمهور را یافت. هرچند اوباما شعارهای بلند بالایی را به خاطر ریشه‌کن کردن تروریسم به خصوص در مرزهای افغانستان سرداد و مأموریت هایی که از بوش باز مانده بود تلاش میکرد تا دامنه اون مأموریت ها را برچینه، اما متاسفانه جنگ افغانستان به عنوان طویل ترین جنگ ایالات متحده آمریکا پنداشته میشه. سطح تهدید در جغرافیای بنام افغانستان بیشتر شده. جریان دیگر رادیکال و فندمنتالیزم به نام داعش نیز شکل گرفته. تا 31 دسامبر مأموریت جنگی آمریکا در افغانستان نتانست سطح تهدید را پایین بره، چنانچه شعار داده می شد و از اول 2015 به این سو مأموریت حمایت قاطع است. هرچند تلاش ها به خاطر پایین آمدن سطح تهدید در افغانستان تلاش داره، اما متاسفانه تهدید بلند است. فاز دیگری که در حکومت باراک اوباما باز شد بهار عرب است که در اونجا هم طی 4 سال ما شاهد فجایع بزرگ هستیم که متاسفانه تضاد منافع قدرت های کلان باعث ایجاد تبعات سو در اونجا شده. در منطقه یا پیرامون افغانستان نیز ما شاهد یک سری تحولات هستیم. تجدید حیات هژمونی دیگر منطقه‌ای به نام روسیه با رویکرد متفاوت و تماس این کشور با مخالفین افغانستان نگرانی‌ها را بیشتر از پیش ساخته که بار دیگر جغرافی استراتژیک افغانستان یا موقعیت سوق الجیشی افغانستان مرکز تضاد منافع کشورها قرار نگیرد، چنانچه که در 5 دهه پسین یا در جنگ سرد ما این موقعیت داشتیم و پیامدهایش هم شاید هستیم. عمدتا سوالات ما روی بحث صلح و جنگ در این برنامه و رابط افغانستان با پاکستان متمرکز خواهد بود. مهمانان این برنامه: عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان، فضل‌الله مجاهدی والی پیشین لغمان. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه. نخستین پرسش با شما آقای مجاهدی. 8 سال که گذشت، افغانستان فصل خوب رابطه با دموکرات ها که اوباما نمایندگیشان را در رأس آمریکا میکرد داشت. چقدر حکومت افغانستان تانست در این 8 سال در بود امنیتی از آمریکا خوب استفاده کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته از روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا که 2009 الی 2017 8 سال دوام کرد، در ابتدا حرکات خوبی را که باراک اوباما اجرا کرد، یک شم رفتن به مصر بود و سخنرانی در الازهر بود و خواست که مو اعلانات حکومت قبلی را که جنگ ما با جهان اسلام افرادگرایی است او را جبران کند و گفتگوی تمدن ها را به یک نوع شکل داد. در بخش داخلی ریفرم اقتصادی و پروگرام های صحیحش موفق بود، اما از مو آغاز برآمدن اوباما تا امروز او به صورت نوسانی حرکت کرده. گاهی از پیروز جنگ افغانستان یک جنگ خوب توصیف کرده و از زمان هم گفته جنگ خود افغان هاست و از امروز روز هم صلابت و حیبت را که حکومت قبلی امریکا با حامیان منطقوی تروریسم در منطقه ما بالای زنا داشت او از دست رفت. بنابرای از امروز روز 2009 و بعد در افغانستان مخالفین مسئله دوباره برگشت کردن به طرف نامنه‌ها رو آوردن. او عبارت از امو اعلانات نابهنگام باراک اوباما گفت که خروج زود هنگام یا کاهش نیروها را همیشه یادآوری میگد. این جرأت داد هم به حامیان منطقوی مخالفین مسئله و هم به خود زنا که اونا دوباره برگشت کردن و این خامی و کمیکاستی در سیاست باراک اوباما نشان داد. از طرف دیگر باراک اوباما نتونست یک رابط خوب با دولت افغانستان داشته باشه. در طول مدت 8 سال رابطه روبروز به سردی گرایید و او دوران طلایی یا چک سفیدی که در دوران حکومت بوش برای حکومت افغانستان مساعد بود او را از دست داد. بارها گفت که با امریکا دیگر چک سفید برای افغانستان نخواهد بود و جنگ افغانستان جنگ خود افغانها خواند. از طرف دیگر در همون زمان توجه زینا طرف بهار عرب افغانستان باز به حاشیه کشان که در اونجا هم نتایج مطلوب برشان به دست آمد و نهایتا فعلا میبینیم که روس ها سر بر اقتدار بار میارد و در شرق میانه خود تثبیت میکند و ای تو خطرات احتمالی
دیده میشد که امریکا به خاطر جبرانش به مرزهای جنوبی روسیه به اصطلاح اقدامات رو روی دست بگیره. تشکر. آقای رحمانی، فلسفه حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نخستین سرخط کارشان زدودن ریشه های افراطگرایی در مرزهای افغانستان بود. اون افراطیت که در واقع آمریکا را به تکان درآورد. اما اخیراً باراک اوباما بعد از 8 سال میگه که جنگ افغانستان بود، در حالی که این جنگ را در آغاز مسئولیت خود میدانستند. چقدر موافق هستین با این بیانیات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما جناب حجوالی صاحب، وکیل صاحب و بینندگان خوب آریانا نیوز. واقعی قضیه ای است که مسائل امریکا با جهان، مخصوصاً با کشورهای جهان سوم، همیشه از دو دریچه و دو منظر یا حداقل با دو تئوری قابل تحلیل بوده. یک تئوری همون تئوری توطئه هست که همه چیز را ما از منظر توطئه میبینیم، میگیم که آمریکایی‌ها یک برنامه را داشتن، یک برنامه کلان را برای مدیریت جهان دارن و جنگی که در افغانستان به وجود آمد، اصلا بحث تروریسم، بحث طالب، القاعده و امروز داعش، جنگ یمن و خلاصه تمام آتشی که در دنیا روشن است زیر سر ایالات متحده آمریکا هست و یک طرح کلان است که اینا به وجود آوردن. یک تحلیل همی است. یک تحلیل تئوری هست که ایره نفی میکنه. تئوری به هر حال توهم توطئه یا تئوری توطئه را رد میکنه که نه، چون این چیز نیست. بحث تروریسم، بحث افراطیت، بحث آنچه که اونا میگن فندمنتالیسم یا بنیادگرایی، یک بحثی هست که زاده خود جغرافیا، اندیشه حاکم بر جهان اسلام یا حداقل بر بخش های از جهان اسلام است و تروریسم در قالب افراطیت اسلامی یا بنیادگرایی اسلامی که غربی ها عنوان میکنن، اینا یک واقعیات هست که به هر حال در دنیا به وجود آمد. اما واقع قضیه ای است که اگر بخوایم که یک نگاه واقعی و ریالیستیک داشته باشیم، که ای باز مبنای همی بحث و سوال پاسخ به سوال شما میشه، ای است که ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سرد و بعد از او که از سال در واقع اوائل دهه 90 میلادی که آمد به عنوان یک قدرت تکتاز در عالم مطرح شد، از در ایجاد و شکل دهی سازمان های تروریستی که امروز ما میبینیم به شدت دخیل بود. در ایجادش؟ بله، در ایجادش دخیل بود. به خاطر تأمین منافعشان؟ به خاطر تأمین منافع جهانی ایالات متحده آمریکا و امو بحثی که بوش پدر مطرح کرد که تأمین در واقع ایجاد یک نظم نوین جهانی. و قبل از او در رابطه با قدرت دیگه جهان، قدرت او زمان مسیطر به حداقل بر بخش‌های از عالم، یعنی مارکسیسم و امپراتوری شوروی. اما ای که یک واقعیت دیگه وجود داره که آنچه را که ایالات متحده او شکل داد و ایجاد کرد، اونا زمینه های در درون بخش های از جوامع اسلامی و لایه های از نظرات اندیشمندان اسلامی هم داشته. امروز دیگه ما شما وقتی پدیده به نام جریان تکفیری ها رو میبینین، گناه همه مسلمان ها رو کافر میدانن، تکفیر میکنن و از درون از او یک جهنمی به نام داعش یا جبهه النصره به وجود میآید. اینا ریشه در سلفیت داره، ریشه در همو وهابیت داره که به حال به وجود آمده و امروز یک ایدئولوژی حداقل بر بخشی از شبه جزیره العرب. حال با هر کدام از این دو تا تئوری یا تئوری سوم حساب بکنیم، ایالات متحده آمریکا، اگر بخوایم که سوال شما را دقیق جواب بدیم، ایالات متحده آمریکا وقتی که جنگ خود را در افغانستان شروع کرد، بسیار واضح گفت که جنگ ما علیه تروریسم است. اما بعد از او وقتی که آقای اوباما آمد و امروز مگه جنگ افغانستان است، طالبان هم از حد تروریست ها اینا تنزل کردند و
جریان شورشگر و طالبانیزم هم تقلیل یافت به شورشگری، این نشان میده که به هر حال یک ریگ جدی در کفش رهبران ایالات متحده، مهندسان فکری جنگ در افغانستان به دست رسید. مسئولیت ناکامی خود را به دوش مالا نه، اصلا بحث ناکامی نیست، بحث که من دارم است که ایالات متحده آمریکا یک روز نیاز بود طالب را به وجود آوردن به خاطر که جریان جهاد را ناکام بکنن. متاسفانه رهبران بی‌کفایت و نابخرت که در اون زمان بود و اینا جریان های جهادی را رهبری میکردن به خونه های شهدا خیانت کردن و نتانستن که در امی کابل یک دولت را که مطلوب بود برای زود جنگیده بودن، از خانواده های تک تک افغان ها شهید داده بودن، یک حکومت اسلامی مناسب را به وجود بیارن، جنگ های چی بود از اینا. من به باورمی است که طالبا که به وجود آمد با اونمو شعارهای قشنگ در این قضیه امریکایی ها دست داشت، سعودی ها دست داشت، انگلیس ها دست داشت و پاکستانی ها. بنابراین امی طالب که روزی بالاخره برای امریکایی ها به عنوان یک ابزاری برای سرکوب جریان جهادی و مجاهدین استفاده شد، روزی هم تبدیل شد که به عنوان یک بحث دیگه. با اتفاقی که در 2001 در نیویورک اتفاق افتاد، شما دیدید که آمریکایی ها آمدن دوباره برای برداشتن طالب، برداشتن القاعده و جنگ علیه ترور مطرح کردن و خیلی هم زود هم برداشتن. بعد آمدن در افغانستان یک نظام را به وجود آوردن، گفتن ما دیگه تروریسم را نابود میکنیم، ما اینجا به دموکراسی کمک میکنیم. ظاهرا همه چیز اینا اتفاق افتاد، ولی بعد از او، بعد از 2003 و 2004 که ما میبینیم ما یک نوع شاهد بازخیزی طالب هستیم، من فکر میکنم در این قضیه هم ایالات متحده دست داشت. یعنی آمریکایی‌ها میدانستند که پاکستانی‌ها دوباره طالبان را سر سامان میدن، دوباره طالبان به عنوان یک جریان مطرح میشه، ولی آنچنانی که باید و شاید در برابر پاکستان استاد نشدن، چرا منافعشان اقتضا میکرد. اگر بخوایم ساده سازی نکنیم قضیه را و مستقیم بریم روی اصل پاسخ، آمریکایی‌ها نیاز داشتن که وضعیتی را که در 16 سال گذشته بود ایر با وجود بیارن، من حیث المجموع هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ فرهنگی، تا در افغانستان بمانن و امروز هم ماندن. خیلی تشکر. یک سوال که در میان طیف عام مطرح است آقای مجیدی این است که طی یک و نیم ماه تمام مخالفی طالبه که در افغانستان بود یا جنگجویانه که در افغانستان بود، ایره آمریکا میتونه به از مرزهای افغانستان دور بکنه و نمیتونه 20 یا 30 هزار طالبه که در به طور متفرقه در نقاط مختلف جنگ میکنه، ایره با 130 هزار نیروی مجهز خود از بین ببره. تایید میشه حرفای آقای رحمانی، امون بی‌نظمی نوین جهانی که از یک روی کرد، یک سوال این است که از یک روی کرد به نحو غرب میخواد که از دموکراسی و از حقوق زن و آزادی ها حمایت بکنه، از یک روی کرد دیگه به نحو از فندمنتالیزم حمایت میکنه تا منافع خود را تامین بکنه. با این دید موافق هستین شما؟ نه تنها موافق هستم بلکه تایید میکنم و به اضافه گپ میکنم که جریان های توسعه طلب و استعماری بعد از قرن 19 و خصوصا در قرن 20 با روی دو جنگ اول دوم جهانی به این نتیجه میرسند که بعد از این عوض روی مستقیم و متقابل به جنگ سرد رو بیارند و فعلا بعد از اینکه فروپاشی اتحاد جمهوری متوفای گذشته و پیمان وارسا جنگ های نیابتی رو اینا برانداختند. در امون زمانه که اونا توانستند که طالب را به صراح به حساب بهانه ایزی که اسامه را برشان تحویل نداد، باید یک تفاهم با کشور میزبان و به صراح کشور حامید مخالفین مسلح که در همسایگی ما شما قرار دارند، اونا را فقط جهت و استقامت داد به طرف نقاط استراتژیک سرحدات جنوب شرقی ما شما که ما وزیرستان ما شما رو میگیم، نه در اونا خواستن که بحران مدیریت بکنن، در مو وقت هم در فکر ازی نبودن کاملا یه از تاز بین برد. یکی اینا آمدن با یک لکسی هزار ساز و برگ نظامی و حیبت و صلابت خود به دنیا نشان داد، خاطر برجایی که در نیویورک زده شد نشان داد که ما و از هان عامه مردم امریکا رو به قانع کرد که ما توانمندی گرفتن انتقام داریم. اونا رو حفظ کردن، در روجه حفظ شد، اونا حفظ شدن. بعدتر همی توسعه طلبی که در دنیا میشه جنگ های نیابتی خرچ و هزینهش کمتر و بالاخره امو پیامد بگیم یا
عکس العملی یا یه چیزی برای اونو کمتر است. با توجه به این تحلیل افغانستان بار دیگر بستر تأمین و گسترش منافع قدرت‌های کلان است. بار دیگر هم من فکر میکنم افغانستان در بدترین شرایط تاریخی خوب به لحاظ سیاسی و نظامی قرار گرفته است. اگر چنگیز آمد یک عبور کرد از افغانستان و شهرهای مسیر راه خود تخریب کرد، اگر انگریز آمد بعضی مناطق خاص از بین رفت، و بالاخره اگر روس ها آمدن در بعض مناطق استراتژیک پایگاه داشتن بالاخره شکست خوردن، اما زندگی عادی مردم در دهات و کوهستانات مختل نشد. رویارویی فعلی که جنگ نیابتی اگر داعش سر کار میشد، داعش پیشمرگای جنگ سوم جهانی است. البته ما به این باور نیستم که خود قوات های جهانی مستقیم با هم درگیر شوند. تحت عنوان حمایت از این و آن نیابتاً این جنگ ها برام افتد، و یقینا اگر دولت مردای افغانستان و مردم افغانستان از هوشیاری کار نگیرند، مانند سال جنگومی اول جهانی که در 1914 شروع شد، افغانستان حبیب الله خان به طریق لوی جرگه مسئله حل کرد، بی طرفی افغانستان را کرد، و جنگ دوم جهانی که سال 1939 در 41 لوی جرگه در افغانستان دیر شد، بی طرفی خود را حفظ کردند. اگر فعلا افغانستان یک هوشیاری ملی و عمومی کار نگیرد، خدای نخواسته افغانستان میدان رقابت بر قدرت ها قرار میگیرد، از نظر موقعیت خاصی که در افغانستان از نظر جیوپولیتیک در افغانستان دارست. تشکر آقای رحمانی. شما هم میپذیرین که موقعیت افغانستان نه تنها برای خود افغانستان بل برای کشورهای کلان، کشورهای توسعه گرا نهایت های اهمیت است، ولی رهبری افغانستان نتانسته از این موقعیت استراتژیک استفاده بهینه داشته باشد در راستای منافع استراتژیک خود. همیشه ما در واقع بستر بازی ها بودیم و ابزار بازیگران کلان بودیم. فکر میکنین چگونه میشه پس از این با یک عقلانیت خوب سیاسی ما در این موقعیت دوباره قرار نگیریم؟ متاسفانه حال بسیار چیزها رو گفته نمیتانیم، به خاطر از اینکه اگر حرف بزنیم مجبور هستیم که خیلی قصه ها رو بیاریم روشن بکنیم و بعد ای را ممکنه که دستاویزی بسازن برای ازی که گویا مثلا به مقدسات مردم صحبت توهین شده، به ارزش های ازی مردم توهین شده. ولی همه قدر میتونیم بگیم که رهبران موجود سیاسی و رهبران افغانستان، رهبران افغانستان بودن. اینا از تانزانیا و از اوگاندا و از رواندا و بروندی نیامدن، در همین کشورها، در همین کشور به وجود آمدن، متولد شدن، بعضی هاشان رفتن خارج، بعضی هم یک مدت مهاجر شدن، بالاخره یک ارتباطات داشتن. اینا از همین میوه های درخت جامعه به نام افغانستان است. و باید اعتراف کنیم که ما ملت فریخته نیستیم. ما ملتی که از درون ما یک روز صناعی و ابن سینا و مولانا و فخر رازی و ابو ریحان و ده ها دانشمند که در عالم علم تاثیر داشتن، در ادبیات، در شعر، در فلسفه، در تکنولوژی تاثیر کردن، دیگه ما وارث جدی اون ملت نیستیم. یک ملت با اکثریت بی سواد، درگیر علایق قبیلوی، درگیر مشکلات حتی سمتی و منطقه‌ای و زبانی، و اعتراف میکنیم که ما وارثان خوبی نیستیم. این یک واقعیت است. بنابراین من فکر میکنم که جواب سوال شما را اگر بخوایم بدیم، افغانستان اول خب به لحاظ جغرافیایی دوچار یعنی در یک منطقه قرار گرفته و قرار گرفتیم که همیشه هوس‌انگیز بوده، وسوسه‌انگیز بوده برای قدرت‌های بزرگ و نقطه تلاقی بوده، نقطه تضاد منافع بوده و اینا. یک بحث دوم است که ملت رشید هم نیستیم، سیاستمدارای رشید هم نداریم، عالمان رشید نداریم. همین جماعت 99 درصدی مؤمن که نماز میخوانیم، روزه میگیریم، همدیگر رو مسلمان حساب میکنیم، برادر حساب میکنیم، از خیلی از باورهای اسلامی و از خیلی الزامات اسلامی هم خبر نداریم. سیطره حاکم یعنی در واقع آنچه شاخصه حاکم بر ما جهل. بنابراین رهبران ما هم از این جامعه هستن. باید اعتراف کنیم که جامعه مقصره. اینمی درخت به نام ستبر و ریشه دار به نام جامعه افغانستان که 30 میلیون مردم در خود میگیره، اینا مقصره. سیاستمداران اینا هم از اینا هستن. شما را به خدا در قرن 21
در عصر اتم، در عصر فضا، همین سیاستمدارای ما مسائلی که برایشان مطرحه برای دیگه نگذاشتیم باید صحبت بکنیم. مسائلی که در پارلمان مطرحه، مسائلی که در حکومت مطرحه، زدوبندایی که وجود داره، علایقی که میان اقوام تعریف میکنن، آیا اینا با کوچکترین منطق انسانی که مربوط بشه به جهان امروز و انسان امروز، انسان فریخته و عاقل امروز سازگار است؟ نیست. قبول بکنیم که هنوز که هنوز آقای اشرف غنی اونمو رئیس جمهور افغانستان ظاهرا متفکر دوم عالمه، بنده خدا در جان هاپکینز هم درس گفته و درس خوانده، در بیروت تحصیل کرده، ولی هنوز یک خان احمدزه، هنوز او بزرگوار دیگه که هست از یک ولایت دیگه است، هنوز ما یک هزاره هستم و هنوز تو یک نمیفهم چیکاره تاجیک پشتونی چی هنوز اونم علایق است و ما هنوز از درون از این لاک ها در نیامدیم. بنابراین از یک طرف کشور ما در یک جغرافیای قرار گرفتیم که وسوسه انگیز است و انمی افغانستان مادامی که مدیران و رهبران و جامعه پیشرفته نداشته باشه مورد سوء استفاده قرار میگیره. از طرف دیگر قومی و فاشیستی است. از طرف دیگر ما در بستر آمیخته از جهل، زندگی در سطح غریزه و زندگی در سطح به هر حال عناوین و مفاهیم پوچ. من پشتونم، بنابراین بعد من باید باشم، من هزاره هستم باید باشم، نمیدونم من تاجیکم باید باشم. بله باید باشم. این تعاملات کلان را نباید داشته باشیم با این قدرت کلان. اما هیچ وقت ما شخصیت ها و مردم متفکر و عملگرای در شأن انسان امروز نبودیم. آقای اشرف غنی هنوز یک کوچی و اجازه بده که من صحبت بکنم. بله. و من هنوز به عنوان یک نماینده هزاره میدانه، در حالی که اگر ما بخوایم سری در میان سرها باشیم، جامعه رشید باشیم، جامعه باشیم که از خود اراده داشته اول باشیم، باید اول کوشش بکنیم که میگیم افغان هستیم، اول واقعا افغان باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما تفکیک نکنیم، افغانستان را تفکیک نکنیم، که اگر فرض میکنیم در مدیریت کلان کشور در وزارت خارجه یا وزارت دفاع یا امنیت یا کدام وزارتخانه، ما وزارتخانه را با قوم فرد اندازه گیری کنیم. برخی از کسانی که امروز در رأس نهادهای اداری ما هستند یا در همین پارلمان هستند یا در دانشگاه ها حتی درس میگن، من معذرت میخوام، اینا جوی دو تا الاغ را جدا نمیتونن، اینا به درد مدیریت ساخته نشدن. بنابراین قبول بکنیم، چرا میخوایم برف بام خود را به جامعه جهانی و مقدرات نمیدونم چی بندازیم؟ واقعا ما یک ملت رشید نیستیم. تا زمانی که یک ملت رشید نباشیم، یک جامعه پیشرفته نیستیم، دارای سیاستمداران توانمند و باهوش و دلسوز و متعهد نیستیم، هنوز که هنوز ما در لاک قبیله قوم، بعد وقتی در داخل یک قوم میریم نمیدونم این دورانیه، این غلجه، در داخل ازاره که میریم باز این بهسودی میشه، این بامیانی میشه، این غزنیچی میشه، در داخل تاجیک که بریم، اجازه بدید که من همین حرفا رو بزنم، و که ما در قامت یک ملت فکر نمیکنیم. ما ارزش های ملی را واقعا شعار میدیم ولی دروغ میگیم. با توجه به این مسائل شما چطور انتظار دارید که ما بتونیم در برابر جهان امروز، کشورهای منطقه، سیاست هایی که بر ما تحمیل میشه مقاومت بکنیم؟ بله. و از خود یک مقاومت نشان بدیم و بتونیم در قامت یک ملت رشید و معطوف به منافع ملی عمل بکنیم. هرچند مایوس کننده است، اما آقای رحمانی حق باید داد برای مردم افغانستان که انتظار داشته باشه. شما به عنوان یک وکیل جوان انتظار هم از این ملت دارین که حداقل با اون رویکردها به پیش بره که فردا از ما گله نکنه مثل که ما امروز گله داریم. آقای مجددی، هیچ کشور به خاطر چشم و ابروی افغانستان نامده تا برای افغانستان معادن استخراج بکنه، برق برای افغانستان بیاره و بالاخره بندهای کلان را برای افغانستان درست بکنه، بعد به طرف کشور خود و خانه خود بره. این افغاناست که بایست مسئولیتهای کلان خود درک بکنه و او را عملی بکنه. آقای رحمانی نکات جالب را اشاره کرد، 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اگر ما با این بازی های کوچک و پوچ و چیپ مصروف باشیم، پس انتظار از این برنامه های کلان نباید داشت. بله، شما هم متاثر هستین مثل آقای رحمانی؟ واقعا طوری که قبلا هم گفتم، افغانستان در بدترین شرایط تاریخی خود قرار دارد و برای بیرون رفت از این شرایط ایجاب میکند که نخبگان ما که داریم، نخبگان ما باید نقده هستم که در افغانستان افراد دارند، اما صاحب مرض و غرض. اگر ما یک اجماع ملی داشته باشیم به خاطر سرنوشت آینده افغانستان
و بیرون از دستگاه حکومت نخبه های مراکز اکادمیک و متجربینی که در بخش های مختلف در داخل و خارج ما داریم به یک اجماع ملی به خاطر نجات افغانستان برسیم و اولین کاری کنیم مثل که در جنگ طارق بن زیاد و فرفت اسپانیا رفت کشتی ها را همه گیره در ساحل از بین برد داخل اسپانیا شد که فتح هم نصیب شد ما تمام علایق و سلایق و اسناد خارجی خود همگی از بین بریم بگیم امی افغانستان است و دست به دست هم بده و این ملت واحد با یک پیام واحد داخل عمل شد ما این چلنجا رو پاسخ گفتم میتونیم افغانستان در یک آزمون یک امتحان بزرگ قرار گرفته رای حلش وحدت نظر و دیدگاه واحد برای نجات افغانستان است و این ظرفیت ها وجود دارد تنها میکانیزم بله. باید پالیسی ها و بله. میکانیزم ها تغییر بخورد چطور بتانیم شما قوات های متفرقه بله. و متشتته متحد متفق کنیم یگانه راه حل افغانستان امیز که مشت واحد شوند و ضمناً به خاطر نجات مردم افغانستان یک طرح ملی که مورد قبول جامعه بین المللی کل دنیا باشد پیشتر گفتند که هیچ کس در افغانستان به خاطر جنگ نمیده که افغانستان را بسازد بارها و اعلان کرد ما ملت افغانستان نمیسازیم ما برای جنگ نمیده که دموکراسی را اینجا پیاده کنیم ما باید در یک معامله بالمثل سیاست جلب منفعت دفع ضرر است معامله معادل و مساوی میگیم اما این معامله را ما در عمل نمیتونیم ما بدبستان در معامله بدبستان به اصطلاح برای ملت و برای مردم خود منافع باید کسب بکنیم به می خاطر است که در این زمان ما باید میرسیم که ما از استعدادهای نخبگان خود بدون تمایز و تبعیض از همش باید کار بگیریم بارها در هر نشست نخبگان افغانستان آقای رحمانی اشاره میکنن که شرکت سهامی نمیخواه افغانستان واحد بله این بحث‌های شعاری و بحث‌های انتزاعی خیلی مطرح میشه از طرف رهبرای افغانستان اما وقت باریکی قدرت رفتن بعد امون که هست است با امون ساختارهای متاسفانه انتشنتوریزم و فاشیستی به قضایا و معادلات سیاسی پرداخته میشه وقت ما در افغانستان با وحدت نظر و با گمسوی دست پیدا نکنیم پس به این معنا که به منافع ملی و مسائل اولیا دست پیدا نمیکنیم وقتی به منافع ملی و مسائل اولیا دست پیدا نکنیم معامله با غولهای مثل آمریکا و روسیه دیگه شاید در رشادت ما هم تو که شما گفتین نخواهد بود از کجا باید آغاز کردیم این سازوکارها را بسیار نکته جالب مطرح کردید اول باید مردم افغانستان اینا که میگیم باید هاست باید امریه است و واقعیت چیزی دیگه است باید ها رو میگیم اول باید مردم افغانستان با خود تصفیه حساب بکنن که اگر بخواین یک زندگی پیشرفته یک جامعه متمدن آرام و دارای زیبایی باشه باید اول بحث سواد مطرح بکنن یعنی سواد اجباری شود سواد رشد تحصیل اجباری شود شما چرا میبینید امروز جامعه افغانستان کارتونی شده سرش کلان شده تنه خرد مونده مثلا در جامعه هزاره در میان قوم هزاره شما امروز سواد مثل نمازه دانش مثل نماز است مادر گدایی میکنه پدر شاید به بدترین کارهای عادی تن میده خود به دریاها میندازه به خارج میره تا که بالاخره خرج فرزندش تامین بکنه اتفاق خوبیه که در این جامعه افتاده ولی جامعه پشتون برادرام اینجا آمدن گفتن که افغانستان هم از ماست ما هم صاحب هستیم یک تعداد از کانادا و آمریکا نمیدونم کشورهای عربی پاکستان آمدن یک نظام رو درست کردن با اکثریت جامعه پشتون همون جامعه پشتون قربانیه حالا دورانیش رو ببینیم لوی قندهارش رو ببینیم یا لوی پکتیا رو ببینیم امروز شما باور میکنید که جامعه پشتون که قاعده و قاعده یعنی نظام جامعه افغانستان است اکثریت را میگن داره آمار دقیق نداریم حداقل یک قوم بسیار بسیار وسیع است شما ببینید که در 16 سال گذشته یک قوم نابود شد یک مقدار طالب بکشتن داد یک مقدار این حکومت به حقش ظلم کرد و امروز میزان فرهیخته شدن میزان تولید دانش میزان دانشمند شدن و حتی اون میزان رفتن به مکتب در این جامعه صورت فاجعه آمیز بسیار بسیار پایین است در جامعه تاجیک چه اتفاق افتاده در جامعه تاجیک قوم تاجر من حیث المجموع که ببینیم وضعیتش فرق نکرده یک مقداری که از فرصت‌ها استفاده کردن با سواد شدن ولی یک طبقه تاجر به وجود آمده که در حد شاید هزار یا یک و نیم هزار خانوار باشه اما اتفاق نیفتاده در جامعه ازبک خب دیگه می‌بینیم وویلاست تا زمانی که جامعه افغانستان به سمت سواد و گرایش به خیر و زیبایی حرکت نکنه و این جامعه زندگی خود را متناسب با یک رشد فرهنگی تنظیم نکنه شما انتظار یک ملت رشید را نداشته باشید یک دو
زمانی که این جامعه به سمت سواد حرکت میکنه، به سمت رشد حرکت میکنه، شما قبول بکنید که بعد اقتصادش هم سازماندهی میشه، فرهنگش هم متعالی میشه، دیگه نزاع و خصومتی که باید در این جامعه الان فراگیر شده دیگه وجود نداره و حاکمان این جامعه هم متناسب با این جامعه است. شاید همین دوستای کرفای ما رو میشنون بگن که این آدم نمیدونم دیوانه شده. نه، از قدیم شنیدیم جامعه جو هر جامعه مستحق همون نظامی است که برش حکومت میکنه. امروز اگر یک نظام توسعه نیافته، یک نظامی که سرشار از فساد و دزدیه، از سرشار از قومگرایی و خیانت و تعصبه، این جامعه این نظام برآمده از دل اونمو آرای است که در لوی پکتیا نمیدونم در دایکندی در هرات در بدخشان در کجا داده شد. بله. درست دیگه ما انتظار نداشته باشیم. اگر میخواهیم که یعنی یک عامل که حداقل میتونه جامعه ما را رشد بده، بله، اگر میخواهیم به رشد برسیم باید از مدارس و از دانشگاه ها شروع بکنیم و به سمت تولید علم، توزیع علم و مصرف علم حرکت بکنیم تا بتونیم شاید یک جامعه پیشرفته باشیم. ممنون. اینک میان برنامه کوتاه، زود باز میگردیم. سلام، مجدد بازم خوش آمدین. بعد از 2001 ما تا کنون شاهد تشدید بحران در نقاط مختلف افغانستان هستیم. هر از گاه شنیده میشه که این بحران تصادفی نیست و گاهی هم به گوش میرسه که یک بحران کنترل شده است در افغانستان به خاطر اهداف کلان منطقه‌ای. آقای مجدیدی، با گذشت هر روز ما جوانای رشید خود را از دست میدیم و شاید شهادت نیروهای امنیتی در نقاط مختلف افغانستان هستیم. چطور میتونیم که ما در معادلات نظامی، چنانچه شما در بود نظامی تجربیات زیاد دارین، در معادلات نظامی طور عمل بکنیم که حداقل تلفات را پایین بریم و تدبیر بالا رو بریم و از نیروهای خارجی هم استفاده شود این حملات؟ هرچند اینا طرفدار جنگ زمینی نیستن اما خواهان ای هستن که حمایت هوایی داشته باشه. چطور میتونیم ما سطح تهدید پایین بریم؟ اول خو با روی کار طور قبلا نگتم با روی کار آمدن باراک اوباما من حیث یک عنصر عزیز به دموکرات، افغانستان از امور دچار آسیب شد به خاطر که دموکرات ها گرایش اقتصادی و درون گرایی و کار کردن بر داخل امریکا جز پالیسیشان است در مقابل مثلا و ضعیف عمل کردن در مقابل قضای خارجی. مثلا یک وقت روسا به افغانستان شوروی تهاجم کردند، عکس العمل کارتر فقط قطع کردن گندم بود، اما زمانی که ریگان آمد او عمیقا در پشت قضیه افغانستان قرار گرفت به خاطر اهداف استراتژیک. فعلا اوباما هم در عین قضیه فقط اکتفا کرد با زدن منصور، با زدن اسامه، بهار عربی و همو که گفته به ما گسترش میدم مبارزه با تروریسم از خاک افغانستان و پاکستان بیرون، بهار عربی بود که جمعشم نتونست، نتیجه هم برعکس گرفت. فعلا به خاطر خشت های اولی که به خاطر تامین امنیت از اول مندش به اشتباه منده شد که امریکایی ها اونا را نقشه کردن، طرح کردن، دولت مردای افغانستان از او به اصطلاح بنابر اما که فکر میکنند که خودشان حفظ میشه دوره حفظ کنند. ریفرم های قبل از وقت غیر ضروری و شتابنده هم در بخش ملکی و هم در بخش نظامی و غیر ضروری، قبل از اینکه ما بدیل به میان بیاریم ما داشته های خود از بین بردیم. فعلا به خاطر اینکه کاهش پیدا کند و تلفات کم شود ما باید به توانمندی ها و ظرفیت های موجودی که در افغانستان است از همش باید کار بگیریم. ما باید در هر عرصه نخبه هایش با نخبه ها مشوره بکنیم. مثلا در بخش نظامی ما بهترین کادرایی که داریم که اونا از حقوق تقاعدی خود فعلا استفاده میکنن، اونا رو ماهانه اقلا یک دفعه به نام کمیته مشورتی جمع کنیم، از اونا نظراتشون رو بگیریم که اونا چه طرحی دارن. در بخش های سیاسی کارکشته هایی دارن که اونا در بیرون داخل هستن، از اونا باید استفاده بکنیم. در مراکز اکادمیک ما شما شخصیت هایی دارن که به خاطر بیرون رفت از اونا نظرات از اونا رو مثلا با خود داشته باشیم. مجموعه از این چیزا میشد که ما در بیرون چوکات حکومت ما میتونیم از اینا همکاری بگیریم و برای کاهش از اینکه فعلا اینا یک
قدم وار داشتن که بس پلیس ملی به نام پیشمرگ یا گوشت دانه توپ استفاده کردن که اون مطبای افغانستان بود. اونا خواستن که در این راستا اردوی ملی را حفاظت کند و در پیشروی از اونا یک پیشمرگ به نام پلیس ملی بیندازد که اونو را بسلا همشان بسلا از این که حمایت خوب نداشتن دچار سانحه و فاجعه شدند، اکثریتشان متحمل خسارات و تلفات شدند. خیلی بهتر بود که امو نیروی سابقه‌ای که وجود داشت اونا ریفرم میشدند و حفظ میشدند تا امروز به صورت طبیعی اونا صحنه را ترک میدادند یا متقاعد میشدند یا بازنشسته میشدند و ما نیروی جوان کارکن و کارکشته اردوی ملی را فعلا میداشتیم. حالا باید ما به ظرفیت‌ها توجه بکنیم که از لحاظ مسلکی و از لحاظ تجهیزات و از لحاظ چیز اردوی بسرا توانمند و پلیس توانمند روی سره بیاریم و بدون ازی که همطور که قبلا هم گفته شد در بخش دیگه که ما باید کار کنیم در آگاهی و بیداری ملت تا کار نکنیم، جهل از بین نبریم، با فقر مبارزه نکنیم و بیعدالتی را که بیعدالتی چه قسم از راه توزیع منابع ثروت عادلانه توزیع منابع ثروت و قدرت تا این پیشه ای رو قرار ندهیم مردم مطمئن نشه و انگیزه خلق کنیم و تا انگیزه خلق نکنیم برای دفاع از این مملکت و عاملی که ما انگیزه ما را سلب میکند و عامل از بین ببریم ما میتونیم که تلفات زیاد جلوگیری کنیم یا کاهش بدیم. خیلی تشکر. دونالد ترامپ در نخستین روزهای یا در واپسین روزهای انتخاباتی خود با شعارهای خیلی تند ضد پاکستانی میپرداخت و در واقع هرچند افغانستان را بیشتر یاد نکرد اما در یک تماس تلفنی گفت که ما از افغانستان حمایت میکنیم. دیده میشه که جمهوری خواها هم روی کرد خارجیشان تندتر است و هم قاطعانه تر نسبت به درونگرایی دموکرات ها میپردازند. فکر میکنین با کدام روی کرد ما میتونیم حمایت ترامپ نسبت به کاهش تهدید در افغانستان به وجود بریم؟ ترامپ آدمی امروز که خودش آمدنش در واقع پیشبینی ناپذیر بود و همه فکر میکردن خانم هیلاری کلینتون میایه. حکومت افغانستان هم کوشش کرد که با خانم هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آندی ایالات متحده آمریکا به حال ارتباط برقرار بکنه. امی رقمی که خودش یک امر ناگهانی و غیر مترقبه بود، سیاست هایش هم امی رقمی است. هرچند که جامعه آمریکا یک جامعه ساختارمند هست، سیاست ها مشخص شده، به اصطلاح یک جامعه است که در اونجا تا حدود قابل قبول است، یعنی میفهمیم که 10 سال آینده کجا هستیم، 5 سال آینده کجا هستیم، 15 سال آینده کجا هستیم. ولی خود آقای ترامپ رو ما از حال به قطعیت گفته نمیتونیم که آقای ترامپ آیا نیروهای ایالات متحده آمریکا رو میمانه. گرایش عمدتا جمهوری خواهان اونا به تصرف در عالم، به هم زدن معادلات، تعریف معادلات تازه بوده و اینا. جمهوری خواهان هم تکنوکرات ها دموکرات ها عمدتا گرایش توجه به اقتصاد آمریکا داشتن، به درون آمریکا داشتن. ولی فعلا وقتی که ما آقای ترامپ رو میبینیم، آقای ترامپ بسیار در چند هزار نظری که داشته اما منویات درونی خود رو بیرون میده، میگه دیگه ما جنگ نیابتی رو حمایت نمیکنیم، دیگه ما نباید بریم حکومت ها رو ساقط بکنیم، دیگه آمریکا مسئولیت کل عالم رو نداره که بالاخره به عنوان یک مسئول کل عالم بیاید برای جهان برنامه‌ریزی بکنه، بیاین اقتصاد آمریکا رو سازماندهی بکنیم، چون یک شخصیت اقتصادیه. یاد شما نره که اوبامای آقای آمریکای در واقع زمان عصر اوباما 16.5 تریلیون دلار قرضدار بود، در حالی که کل ثروت آمریکا اون زمان 18.5 تریلیون بود. ولی حالا که گفته میشه ای است که آمریکا چیز حدود 19.5 تریلیون دلار قرضدار است، یعنی آمریکا بسیار وضعیت اقتصادیش فاجعه بار است و بخش از این قرضداری هاش مربوط بشه به همین دخالت ها و فجوری هایی که در عالم کردن، نظام ها را از بین بردن اینا. بنابراین من میخوام بگم که اگر میخوایم که آمریکایی ها را و مثلا آقای ترامپ را وادار بکنیم که افغانستان رو ترک نکنه و در افغانستان بمانه و یک سیاست درست را علیه تروریست ها بگیره، اینجا فقط صرفا به خاطر داشتن پایگاه و آینده آمریکا یک جنگ بسیاری بازی موش و گربه را ادامه نده و خاتمه بده، من فکر میکنم خوب است که آقای اشرف غنی مستقیم با خود آقای یعنی دولت و وحدت ملی و حکومت وحدت ملی با آقای ترامپ و کسانی که تاثیرگذار بر ترامپ هستند با یک ادبیات تازه و برنامه تازه که او معطوف به منافع ملی افغانستان و ایالات متحده
آمریکا است و موافق با دیدگاه های ترامپ است که عمدتاً امو نیو انزواگرای آمریکایی رو پیروی میکنه، خوب است که با اونا بشینن صحبت بکنن. ولی که ما از حال بگیم که چی کارایی رو میتونیم بکنیم که تا آمریکایی‌ها در افغانستان بمانن، ماموریت ضد تروریسم خود را ادامه بدن و افغانستان را حمایت بکنن، از حال واقعا ما چیز روشن در رابطه با آقای ترامپ گفتن میتونیم. تشکر. معادله جنگ و صلح آقای مجاهدی از معادلات است که در اولویت حکومت افغانستان از 14 سال بدین سو قرار داره. اخیرا ما شاهد سر و صداهایی در شرق افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی به خصوص روسیه هستیم، ابراز نگرانی میکنه از مدیریت جنگ در افغانستان و همچنان روسیه از تماسهای خود با طالبا و همچنان ایران پرده بر میداره. این مسئله در واقع باعث این دیدگاه ها را تداعی میکنه در ذهن ما که گویا یک طرف دیگه از قضیه هم داره آیسای سازنده میشه و در معادلات منطقی به نحو نقش میگیره. وقتی در پیرامون ما دو قطبی شدن را یا شمه های دو قطبی شدن را میبینیم، وضعیت ما بیشتر برای ما یک تصویر نگران کننده تر را نشان میده. با این وضعیت رهبری افغانستان چطور میتونه که جنگ را یا شعله های جنگ را در افغانستان کمتر بسازه و یا جنگ را به نحو بیرون کنن؟ تا یک سال قبل زمامدارای دیپلماتیک و نظامی شوروی ها، روس ها، اونا میگفتند که امریکایی ها باید افغانستان را ترک نگند به خاطر که سرحدات جنوبی ما بی‌ثبات بشه، افغانستان را به حالت بی‌ثبات بگذارند و ما متضرر میشیم و افغانستان هم متضرر میشن، که آیا دیدگاهشان بود که امریکا بیشتر دی باطلاق بند بند، یا ای بود که فکر میکنن در بودن از اینا تا ساختن یک حکومت با ثبات در افغانستان اونا هم مسئولیت سرحدات خواهد میداشته باشن. بعد از یک سال که موضوعات شرقی میانه و مثلا دولت داعش مثلا در عراق و در سوریه به میان آمد، فکر روسا تغییر کرد. روسا مجبور شدند مداخله کنند در شرقی میانه و خود را تثبیت بکنند. و بعد از اینکه مسئله اوکراین و ایگاپا مطرح شد و روسا هم به این فکر شدند که باید سابق گذشته شمال افغانستان را سایه نفوذ میگفتند و جنوب هندوکش حائل میگفتند و حال روسا آسیای میانه را سایه نفوذ میگن، شمال افغانستان را به صلاح حائل میگن، به همین باور رسیدند. بعد از اینکه سر و صدای بنام از اینکه دو محور فعلا به نام داعش در افغانستان فعلا فعال است، زابل، اروزگان، مساقله، غور، بالاخره سرحدات ترکمنستان، فاریاب و سرپول، محور ننگرار یا چین، شنوار، کنر، نورستان، بدخشان، بالاخره سرحد یه میار دو محور به مطرح در حالت حرکت است. روسا تکان خوردند و گپی رب که مثلا ترامپ میگد که یکی میگه طرفدار حل منازعات با روسیه است و ملل متحد فن نمیدوم و گپی دیگه که میگن که اوباما داعش ساخته و من را از بین میبرم و اما یک گپی دیگه هم دارد، ادعای امریکای بزرگ هنوز هم مطرح میکنه که امریکا هم چیزا میخواهند، امریکا هم میخواهند که به صلاح سیانت و سیادت اما سیادتشان در دنیا و آقاییشان باید حفظ شود و ترامپ بیره ظاهرا به شکل اقتصادی میگه ما اقتصاد امریکا رو رونق میدم، اما تنها تصمیم گیرنده که ترامپ نخواد بود، کانگره هست، سازمان سیا هست، FBI و غیره امراجین هست و در پالوی ازی ادعای یک قطبی بودن که امریکای ها پیش بزرگ و خوردشانی گپ مطرح هستند و از زمین که میخواهند که یک چانس هم بده شانم دک باید دنیا با اصلا باید حکومت کنند. این چیزایی است که با ما باید دیر پیش بره با تحت همین شعار امریکای بزرگ قدرت بدست گرفته. فعلا که در افغانستان این وضعیت آمدد و روسها را وارد صحنه کردد، این بر افغانستان مثلا بسیار خطرناک وضعیت پیش آمده که بازم من به این گپ برمیگردم که باید دولت مرد افغانستان قبل از هر چی سرزی فکر کند چطور میدان بازی را تغییر بدهد و چطور موضوع مهار را کنترل کند و این تنها دولت نمیداند تا که به کل ملت و کل نخبه های سیاسی و نظامی خود مراجعه نکند و یک تصمیم واحد به اجماع کلی گرفت نگیرد. تشکر آقای رحمانی. یک دقیقه وقت دوستا اشاره میکنن، میخوایم کوتاه از شما داشته باشم که آیا مأموریت 8 ساله اوباما در امر صلح و جنگ در افغانستان که حالا مسئولیت به دوش شما میگذاره کامیاب است یا ناکام؟ آنچه که تعریف کردن که ما تروریست‌ها رو نابود میکنیم و افغانستان یک کشور دموکرات میسازیم،
که حقوق بشر در او رعایت شود و پیشرفتا بیاید به او اهداف خود نرسیده. شما دیده که طالبان امروز تقریبا قدرتمندتر از حکومت افغانستان است و جدی در عرصه وجود داره، دیپلماسی و ارتباطات خارجی خود را با چین و با ایران و با روسیه هم برقرار کرده. اما آنچه که اونها ادعا میکردن، ولی آنچه که دنبالش بودن که افغانستان را باید اینجا یک پایگاه نظامی داشته باشه، حضور داشته باشن و به سر امضا بکنن، البته ادعای آقای اوباما بود. خب به او رسیدن، به او رسیدن. آمریکایی‌ها اینجا فعلا تشریف دارن و ظاهرا قرار هم نیست که برای مدتی از این جامعه برن. بنابراین من احساس میکنم که آمریکایی‌ها در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان صادق نبودن و اونا دنبال داشتن پایگاه و منافع منطقه و جهانی خود بودن. تشکر آقایان عارف رحمانی عضو مجلس و فضل الله مجدی والی پیشین لغمان، بسیار تشکر از حضورتان در تحول امشب. در پایان از شما نیز ممنون که برنامه را دنبال کردین. تا دیدار دیگر، بدرود.